اسامی نامزدهای انتخابات 11 ریاست جمهوری رسما اعلام شد. این نامزدها بعد از 10 روز بررسی دقیق شورای نگهبان قانون اساسی و با رعایت معیارهای قانونی اسامیشون احراز صلاحیت شد و وزارت کشور لیست اونها را امروز اعلام کرد. نامزدهای این دوره که از سلایق سیاسی مختلف و جناهای مختلف هم درش دیده میشه به زودی در معرض رأی و قضاوت شما مردم قرار خواهد گرفت، اما اسامی اونها به ترتیب الفبا عبارت است از سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، متولد 1344 مشهد، دارای تحصیلات دکترای علوم سیاسی و دارای یک فرزند. اون چیزی که روی کرد اصلی ما در حضور در عرصه انتخابات هست این است که این باور هست که گفتمان انقلاب اسلامی میتواند موجب پیشرفت، رفاه و تعالی کشور باشه. برنامه‌ای که بر این مبنا ما مورد توجه داریم این است که باید سازوکاری اندیشیده بشه که ظرفیت‌های کشور، ظرفیت‌های آحاد جامعه، ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کشور که یک ظرفیت‌های بسیار خوب و قابل توجهی است، اینها آزاد بشه، از معطل نماند و بتواند شکوفا بشه. نامزد بعدی غلام علی حداد عادل، نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی، متولد 1324 تهران، تحصیلات دکترای فلسفه، دارای 4 فرزند. بنده مهمترین شعار انتخاباتی تقوا و تدبیر، یعنی فکر میکنم دولت آینده باید دولت تقوا و تدبیر باشه، این دو کلمه. و علت حضورم در صحنه انتخابات ریاست جمهوری این است که کشور رو محتاج آرامش و سازندگی میدانم و محتاج خردورزی، و فکر میکنم خیلی از مشکلات ما در اثر عدم توجه به این اصول مهمترین برنامه هم توجه به مشکلات اقتصادی مردمه. نامزد بعدی آقای محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، متولد 1333 شهرستان مسجد سلیمان، تحصیلات دکترای اقتصاد، دارای 4 فرزند. مهمترین انگیزه من این است که اجازه ندیم یه بار دیگه خرمشهر سقوط کنه، یعنی تحریم‌های اقتصادی و فشارهای اقتصادی که روی مردم هست رو من یه خطر میدونم. این خطر رو ما باید به فضل پروردگار متعال کنار بزنیم، میتونیم این کارو بکنیم. مسئله دوم این است که بازگشت اخلاق به سیاست، کارآمدی در اقتصاد، برای اینکه آرامش رو ما به خانواده ها برگردانیم. خانواده امروز نشاط میخوان، آرامش میخوان. و مسئله اساسی این است که خب حالا با شعار و قول و قرار که نمیشه، اگه قرار بود با شعار مسئله حل بشه تا حالا باید مشکلات کشور حل میشد. ما باید عمل بکنیم، برنامه میخوایم. نامزد بعد آقای حسن روحانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، متولد 1327 شهر سرخه استان سمنان، دارای دکترای حقوق، دارای 4 فرزند. شعار من در این انتخابات عقلانیت، اعتدال و تدبیر هست. علت حضور زمینه سازی برای مشارکت فعالتر مردم در انتخاب و در واقع تحقق اون حماسه سیاسی هست. محور برنامه اقتصادی من تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه اون هست و در برنامه فرهنگی اصلاح ساختار نظام فرهنگی و تأمین امنیت فرهنگی است و در زمینه سیاست خارجی تعامل سازنده با جهان، در زمینه سیاست داخلی تدوین حقوق شهروندی، انسجام و وحدت ملی است. نامزد بعد آقای محمد رضا عارف، ایشون قبلا معاون اول دولت اصلاحات بودند، متولد 1330 در شهر یزد، تحصیلات دکترای برق و مخابرات، دارای 3 فرزند. مهمترین شعار ما معیشت، منزلت و عقلانیت هست که برای هر سه محور ما برنامه هایی داریم و مهمترین برنامه در بخش اقتصادی مهار تورم و کنترل نرخ بیکاری است که انشاءالله نرخ بیکاری رو بتونیم به یک عدد یک تک رقمی برسونیم و به خصوص برای
جوانها به رشد اقتصادی 8% رو ما پیش بینی کردیم. اولویت هایی هم در بخش های مختلف دیدیم، از جمله گردشگری فکر میکنم با اولویت بتونیم دنبال کنیم، اشغال زایی بالایی داشته باشه، توسعه مناطق غیر برخوردار یا در واقع نوارهای مرزی رو با شعای حداقل 100 کیلومتر تو برنامه دیدیم. نامزد بعدی آقای سید محمد قرضی، وزیر اسبق پست و تلگراف و تلفن، متولد 1320 شهر اصفهان، تحصیلات فوق لیسانس مکانیک، دارای 4 فرزند. نامزد بعدی آقای محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، متولد 1340 مشهد مقدس، دارای دکترای جغرافیای سیاسی، 3 فرزند. مهمترین نکته ای که روح امید و ثبات آرامش رو به جامعه برگردونیم و این رو اساسی ترین کار خودم میدونم که بتونیم انشالله مشکلات و معضلات اقتصادی رو و یک زندگی خوب رو در بعد مادی و معنوی برای مردم فراهم کنیم. البته من برنامه مدون و مشخصی هم برای این کار داریم که این رو هم به اطلاع مردم رسوندیم و من فکر میکنم شعار مهم این باشه که به شعارها پایان بدیم. و بالاخره نامزد بعدی آقای علی اکبر ولایتی، وزیر اسبق امور خارجه، متولد 1324 شمیرانات، تحصیلات دکترای تخصصی اطفال، دارای 6 فرزند. مهمترین شعار بنده اخلاق مداری و ثبات مدیریت در کشور است. انگیزه بنده ساختن ایرانی آباد و سربلند و تحقق چشمانداز 20 ساله و برنامه‌های مختلفی که دارم، مهمترینش بازسازی سیاست خارجی و اقتصاد کشور، به خصوص با اولویت بهبود معیشت مردم. با مشخص شدن نامزدهای احراز صلاحیت شده، آرایش سیاسی انتخابات 11 هم کاملا شفاف شده و از این به بعد ما میتونیم بدون ایما و اشاره و بر اساس اطلاعات با شما حرف بزنیم. تأملی در اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده نشان میدهد که همه صلایق سیاسی در رقابت‌های انتخابات 24 خرداد نماینده یا نمایندگان جدی دارند. در میان نامزدهای انتخابات آقایان محسن رضایی، حسن روحانی و محمد قرضی اعلام کردند به صورت مستقل در رقابت‌ها حضور می‌یابند. آقای حسن روحانی با دیدگاه‌های نزدیک به کارگزاران و در برخی مواقع اصلاحات و با سابقه دبیری شورای عالی امنیت ملی به عنوان مستقل به میدان آمده است. آقای محسن رضایی سال‌هاست که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است و سعی کرده در عین استقلال با جریان‌های عمده سیاسی روابط تعریف شده‌ای داشته باشد. آقای محمد قرضی نیز با سابقه وزارت نفت در اوایل انقلاب و وزارت پست و تلگراف و تلفن در دوران سازندگی و دولت آقای هاشمی رفسنجانی برای رقابت در انتخابات 24 خرداد آماده شده است. جریان اصلاحات نیز با معاون اول دولت آقای خاتمی به میدان رقابت آمده است. آقای محمد رضا عارف اولین بار است که به عنوان نامزد ریاست جمهوری پا به میدان رقابت می‌گذارد. آقای عارف با توجه به دیدگاه‌های سیاسی‌اش اعلام کرده بود اگر هاشمی یا خاتمی به رقابت‌ها بیایند انصراف می‌دهد. جریان اصولگرایی نیز با آقایان جلیلی، حداد، قالیباف و ولایتی به رقابت با دیگران آمده است. البته احتمالاً از میان آقایان قالیباف، حداد و ولایتی که به ائتلاف 2+1 مشهور شده اند، یک نفر در میدان رقابت باقی بماند. به این ترتیب می توان گفت دو جریان اصلی سیاسی کشور با احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی خود همراه با جریان مستقل حضوری پررنگ در رقابت‌ها خواهند داشت.